اداره بازرس ریاست جمهوری، وزیر پیشین صحت عامه، چهار معین پیشین و برحال، رئیس طب معالجوی و رؤسای پیشین بیمارستان علی جناح و افغان جاپان را به اتهام حیف و میل منابع مالی مربوط به کرونا و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی به دادستانی کل معرفی کرده است. فیروزالدین فیروز، وزیر پیشین صحت عامه، معرفی شدنش به دادستانی کل را غیر قانونی می داند. جرم من صادق بودن و منشری بودن است بس. شمار از مقام های وزارت صحت خواستار ارائه اسناد در مورد این اتهام ها شدند. وحید مجروح، معین ارزی خدمات بهداشتی این نهاد میگوید تا اکنون اداره بازرس ریاست جمهوری هیچ نظارت از کارکردهای وی نداشته است. اتهامی که علیه ما موجود بود و مطرح می شد، با ما شریک می شد، از ما سوال می شد، پرسیده می شد. ما در دو تا سه هفته که اداره بازرس در واحدهای مختلف وزارت صحت عامه کار کرده، ما اینا رو بخیر ندیدیم. در سوی دیگر دو تن از معین های پیشین مالی و اداری وزارت صحت نیز که از سوی اداره بازرس ریاست جمهوری متهم به سوی استفاده از صلاحیت های وظیفوی و حیف و میل منابع مالی شدند، این اقدام را عقده گشایی های برخی از نهادهای حکومتی می دانند. یک سنت ناپسند گاگایی است. وقتی یک کسی یک جای مقرر میشه، در کارش نمیرسه، کوش میکنه مسئولیت ها را سر ما قبل خود بندازه. هیس نوا کم مشکل پکی نلارمه او کم چه ده بودیجه ده ولایت ده اغا دوالیانو مسئولیت ده. دادستانی کل نیز میگوید که داره بازرس ریاست جمهوری هیچ سند را در مورد دخیل بودن این مقام ها در فساد به این نهاد نفرستاده است. اتهامات وارد باشه که گویا در کدام قضیه به چه اندازه فساد اداری صورت گرفته به این قسم نیست، بلکه به گونه عمومی گفته شده که در برخی از موارد اقدامات غیرقانونی صورت گرفته. خواستیم در این مورد دیدگاه اداره بازرس ریاست جمهوری را با خود داشته باشیم، اما مسئولان در این مورد حاضر به پاسخگویی نشدند. این در حال است که اداره بازرس ریاست جمهوری والیان پیشین هرات و نورستان و همچنان والیان برحال میدان وردک و بدخشان را به اتهام فساد در بودجه کرونا به دادستانی کل معرفی کرده است.